خیلی خوب، به کافی سینما خوش اومدید. حضورتون باعث افتخار و اشتیاق ماست. اینجا غالبا درباره سینما سخن به میان میاد و از اونجایی که تفریق معنی حقیقی فیلم سینمایی میخوایم در طول این ویدیو بررسیش کنیم. فقط لطفا قبلش سابسکرایب کنید، مگر نه بدلتون میاد میکشتتون و جاتون رو تو زندگیتون میگیره. میشناسنم پای تخدر از تو دختر گود نیست ولی میگه علف تو لندن بهش میگه بدبی. والا حقیقتش من دو دفعه تفریقو دیدم. دفعه اول پس از تماشای فیلم حقیقی در آن واحد دلزده و دلچرکین شدم. اینجوری بودم که اینو مانی حقیقی ساخته؟ ولی امروز که دوباره تفریقو دیدم اینجوری شدم که بدی هم نیست. یه فیلم با المان‌های سورئالیستیک و غریبه که قاچاق میشه دیده میشه و از همه بهتر. همه میگن یه معناهای مخفی در پشتش نهفته شده. او یه. ببین کلام آخر رو در ابتدا لحاظ میکنم، تو مانی حقیقی، تو با تفریق این بازی رو بردی تقریبا مثل همیشه، پس لطفا مانی حقیقی رو تشویق کنید. به نظرم در مورد کلیت تفریق و موقعیتش توی این سینمای فکستنی ایران در مجموع تجربه بدی رو از سر نگذروندیم. به خصوص اگر بخوام در قیام قیاس برخواسته و اطرافو بنگرم، باید بگم تفریق شاهکاره، چون تو شبکه نمایش خانگی یا اکرانهای آنلاین عقرب عاشق قهوه ترک پدر گواردیولا ابلق یا تلاخون پخش شده. اما نظر شما چیه؟ آیا شما تفریق رو پسندیدید؟ در درجه اول فیلم کند بود، مانی حقیقی، بلعخص دفعه دوم که فیلم تو دیدم بعد سکانس بیمارستان که میدونستم آخرین سنگره تا آخر فیلم، دست به دعا بردم و خطاب به پروردگار گفتم و این بده، چون این قرار بود اون فیلمی باشه که بهمون فرصت برداشت شخصی بده، فرصت خانش، تعبیر و بیسیک ویژگی های یک فیلم که در این راه قدم برمیداره اینه که اجازه بده چند بار ببینیمش دیگه. حداقل دو بار که بشه توی این فیلم تفحص کرد، گشت زد. اما طبق صحبت‌های فیلم شو تو کافئینی که هنوز پخش نشده، تو اومدی توی فیلم دو تالایه ترسیم کردی که هیچکدومشون اونطوری که شاید کار نمی‌کنن. چه در این فضاهای غریب و سورئالیستیک نشان، فیلم اونقدر امکانی برای دواندن خرد یا سوزاندن اندیشه در اختیار من مخاطب قرار نمیده. به خصوص که با پایان بندیت برمی‌داری تجربه ما رو با ساتور یک چهارم می‌کنی مانی حقیقی، چون پایانت مشخصه. و سوال من اینجاست که تو که با این فضا آشنا بودی، خخو کوکی ساخته بود رضا یزدانی، پس چی شو تو تفریق در نیومد؟ الان بهت میگم چرا. مانی، این فکت ایتس آل اباوت دی مانی. یه بار 50 کیلو آلبالو گذاشتی برای فروش، این دفعه رفتی سراغ اجتماعی تیره تیپیکال آریایی حقیقی. چوب حراج بر آشیانه یک جفت نوید محمدزاده، مصرف زای نوید محمدزاده، البته یه جفتم ترانه علی دوستی. میدونین که they are together حقیقی و ترانه علی دوستی رو میگم، از این چیزای زرد، ولی من از این بابت خوشحالم، چرا که نه. این ترانه علی دوستی با این گریم، she looks gorgeous. ولی خب حقیقی، تو نوه ابراهیم گلستانی و این منشن ابراهیم گلستانه. خودت هم که کارشناسی تا دکترا تو کانادا زندگی کردی، پس به نظر مشکل همینجاست. مشکل اینجاست که به نظر تو چندان شناختی از این قشر متوسط رو به پایین و بعضن پایین جامعه که قربانی فیلمای اجتماعی تیپیکال آریایی شدن نداری، چون اصلا ندیدیشون. حالا جفت متمول‌تر یعنی محسن و بیتا شاید بیشتر رنگ حقیقت داشته باشن، اما این دوتا شبیه پاستیلن، میشه از این ورشون اون ورشو دید. البته منکر نمیشم، اما بازم به هم امکان خانش میدی توی فیلمت در مجموع، نو داوت. یعنی حتی همین انتخاب نوید محمدزاده با همون گریم و لباس و لحن و بازی و موتور و همه چیه همیشگی انتخابیه که باعث میشه من با توجه به سبقت و فلسفه خوندت به فکر فرو برم. و البته 4-5 تا سخنرانی تو فستیوالای خارجی با یه ترانه علی دوستی هات تو مارکت اجتماعی جهان از لاور زیر بغلت هم هست. او من، الحق و بالانصاف خون ابراهیم گلستان داره تو رگات قلیان میکنه، من از اینجا میتونم ببینم. البته میدونی که تو خاندانتون نفر مورد علاقه سوم منی، یک شاه ابراهیم گلستان فقیده و جایگاه دوم بلا شک از آن ریویله. این ماکسیمالیست در واقع. بوشت من، میشه فاک آفته اصلا، یه حرفشو پرت میگید. ولی دیدی، دقت کردی، یادداشت کردی، فضای خودتون رو خوب میشناختی، شد، نتیجه شد خوک. اما اینجا انگار در شناخت انسانهای فیلمت و بافتار ذهنیشون تیمور لنگی را میمانی مانی. البته من ایده قرار گرفتن فضا یا این المانهای سورئالیستیک در کنار اجتماعی تیره یه تیپیکال آریایی رو میپسندم، به نظرم خلاقانه است در بن. این ایده به سر نرگس آبیارم زده بود که اون سمت به یه فیلم فقر و بدبختی، ناموس، لاتی، دود و دمی تیپیکال آریایی المان های غریب اضافه کنم که فضا روانیشه، نماد، نشونه، گمان، زم، انگشخان. ولی خب عملا اونجا فقط یه بدل فلج بهرام رادان داشتیم و چند تا دیگ و قابلمه و چند پاره آینه شکسته، یعنی تافته های جدا بافته نامربوطی که صرفا بر پیکره اثر وصله شدن تا کارگردان آروم بگیره، از خودش راضی شه و به شوهر تهیه کنندش بگه که خب یه تم روانی هم ساختیم، بریم بعدی.
هواس. یا از سمت دیگه این اصلا زمین بازی سروش صحته، یه کلاب میرفتم با مانی حقیقی، بعد خوک زمان درخشش صحت تو لیسانس ها و شمدونی با ایمان صفایی بمب میشد، میترکید، بافت سازه هاشون هم با هم میخوند، اما خب اثر آخر صحت که دوز غریب بودنش یه ذره بالا رفت، مساوی با یه شکست مطلق و گسترده در مارکت آریایی بود. البته که نمیشه شکست سریال صحتو کامل انداخت گردن ژانر و جلوه سریالش در جامعه. آبیارو صحتو صرفا مثال زدم که بگم به نظرم این مانی حقیقی شیطون با تفریقش دقیقاً وایساده بین نرگس آبیار ابلق و سروش صحت مگه تموم عمر چند عدد بهاره. مانی حقیقی مثل همیشه با ایده‌هاش، چینشاش یا حتی انتخاب بازیگراش تا حد بسیار زیادی احتمال عدم مقبولیت فیلم رو کاهش داده. تا جایی که به خاطر دارم دفعه اول امیر جدیدی با رکابی و هفتیر داشتیم بر پایه یک داستان کهن در دل این خاک کهنه و پارسی. بعدم که تو خوکی کمدی مفرح و اسیدی رو شاهد بودیم که مزه جنایت هم میداد، لیلا حاتمی هم داشت پس اوگه. و این بار این اجتماعی تیره تیپیکال آریایی انقدر برای ما آشناست که یه جفت نوید محمدزاده و یه جفت ترانه علی دوستی که خواهر برادر دوقلو هم نیستن، آزمایش هم میدن که مطمئن باشیم خواهر برادر دوقلو نیستن، برای ما قابل هضم میشن. نظرتون چیه؟ موافقید؟ یعنی من فکر میکنم حتی پدر مادرامون که معمولا این فیلم ها رو ببینن میگن اینا چیه، بتونن در نهایت با تفریق خوب تا کنن، چون در لایه اجتماعی تیپیکال آریایی داستان ساده و جالب توجه وجود داره که ما ازش نتیجه بگیریم. تهش هم که مشخصه قتل و دستی در دست، you know؟ اما این نگاه حقیقی به مارکت و مخاطب و قرارگیریش بین دو لایه فیلمش، یعنی لایه اجتماعی و خارق‌العاده، لزوما میتونست بد نباشه به شرطی که یکی از این دو لایه به مقصد خودش میرسید. اونجوری من یکی راضی بودم. الان کجی‌ها و کاستی‌های هر دو وجه فیلم تفریق و هول میده سمت دسته عریض فیلم‌های متوسط سینمای فارسی. چی شده؟ کسی نگاه کرده تو رو؟ برم بکنم ادبش. آره یه مسئله‌ای هم هست. حقیقی قرار بوده که تفریق سال 99 ببره جلوی دوربین، اما کرونا باعث میشه کار از کار بگذره و طی چند فقره تأخیر ما 3-4 سال بعد از نگاشته شدن فیلمنامه فیلمو ببینیم. اگر مانی حقیقی اون موقع اینو میداد، ما دو تا فلش، دو تا رسولزاده، دارک، استرنجر تینگز یا 100 تا اسپایدرمن تو دنیاهای موازی ندیده بودیم و این داستان تفریقو شنیدنی تر میکرد. But not right now. دیگه کانسپت کلی میخوب کننده نیست. احتمالاً اون موقع تو ذهن تو بوده و نحوه پیشرویمون در داستان دراماتیکمون هم همونطور که خدمتتون عرض کردم کنده. در ابتدای فیلم فرزانه داپلگنگر شوهرشو میبینه. That's cool برای شروع و رفته رفته این زوج به هم نزدیک میشن. اما بعد دقایق بسیاری منتظر باشیم حقیقی، چون ایستگاه بعدی تنش آفرینی سکانس بیمارستانه. البته فیلمنامه در بخش دراماتیکش نکات شایان توجهی داره ها، اما این نکات شایان توجه اونقدر بدل به جزئیات میشن، اونقدر ظریفن که حس نمیکنیم داریم تو فیلم پیش میریم. This is all guys doing, man, you can't plan it. But if the devil's in the details, then I'm satanic. مثلا همین روند شکل‌گیری ارتباط عاطفی بین بیتا و جلال یا کودک که مهمم هست و پایان‌بندی فیلم بهش تعلق پیدا کرده، در طول فیلم اونقدر که لازمه حائز اهمیت نمیشه. مثلا اینجا کودک دروغ گفتن رو از پدرش محسن میآموزه، صدای کمربندش رو در میاره اما نمیبندتش. That's lovely، ولی اصلا به چشم نمیاد حقیقی. یا مورد دوم، خب نصف بار فیلم روی دوش نوید محمدزاده است، ولی تو سال 99 نوید محمدزاده یه جای دیگه بود. الان نوید محمدزاده شده نوید محمدزاده. آکتور رو شما مگه بازی نکردی نوید محمدزاده؟ اگه آره چرا تفریقو پذیرفتی؟ یا برعکس، خب اینا عین همن. مصرف زای نوید محمدزاده. اما در مورد لایه قابل خانش فیلم، اون لایه عجیب و خارق‌العاده که سبب در شدن تعداد کثیری تئوری و ویدیوهای رفع ابهام در یوتیوب شد، خب ببینید مشکل همینه که من فکر می‌کنم در هسته فیلم در نظر گرفتن تجارت، فروش یا مقبولیت اثر چربیده به خود کانسپت اصلی. بنابراین در میان کنش‌ها و واکنش‌های شخصیت‌ها نمیشه یه الگو پیدا کرد و این به خاطر این نیست که فیلم داستان خطی نداره و از من مخاطب می‌خواد که فکر کنم. مثلا شما مالهالند درایو لینچ رو میبینید با اسیدی ترین تصاویر و ایده های موجود که به عجیب ترین شکل ممکن کنار هم قرار گرفتن. دو ای بندا. اما با این حال باز هم اینا هرچی که هستن یک مرجع واحد و منسجم دارن که اون توی ذهن فیلمساز بوده. حالا اون مرجع شاید خودش علامت سوال باشه یا تناقض یا عدم وجود منطق. That's all right. حالا من میخوام فیلمو بخونم. برداشتم هم کاملا شخصیه و ممکنه هیچ ربطی به برداشت دیگری از فیلم نداشته باشه. اما خب من باید بتونم آنچه که در ذهنم هست رو در طول فیلم توسعه بدم یا ارزیابی کنم، چون میخوام الگوها رو پیدا کنم، میخوام پی ببرم حقیقی. اما المانهای خارق‌العاده تفریق انگار از مراجعی دور از هم یافته شده و در فیلم در کنار هم قرار داده شدن. نمیدونم چرا محسن و جلال هیچ انگیزه ای ندارن برای اینکه بفهمن چرا این دوتان. میتونم راجع بهش فکر کنم، اما بعید میدونم برسم همون جایی که با فکر کردم به بارش باران بدون ابر میرسم. اما باز هم به هر ترتیب، همونطور که در ابتدا گفتم، کماکان به نظرم حقیقی تونسته یک دنیا رو خلق کنه که ما میتونیم بخونیمش. با
بارونی که ابر نداره یا مال اینجا نیست یا این تهران، تهرانی که حقیقی نشون میده آی لوف ایت، فضا داره. حالا همه و همه گفتن این فیلم شبیه انمیه، اما هیچکس نرفت سراغ ستون سینما و تئاتر بهرام بیضایی و شاید وقتی دیگرش. اونجا هم یه لایه استعاری حس میشد و ماجرا همین ماجرا بود. و مگه میشه مانی حقیقی اینو مد نظر نداشته باشه؟ فکر میکنم حقیقی آماده صورت پذیرفتن این مقایسه بوده، اما یوتیوبیان همه رفتن سراغ انمی و دست حقیقی تو پوست گردون مونده. اما این فضای خاکستری و غبارآلود تهران که بهش آفتابم اضافه شده بسیار تداعی کننده یه تهرانیه که بهرام بیضایی تو شاید وقتی دیگر به تصویر کشید. و در نهایت جا برای برداشت زیاده، پس برداشت کنید. حالا یه سری نمک داریم، مثل اینکه کودک طرفدار بارسلوناست. خب این احتمالاً در جشنواره‌های خارجی پسندیده میشه به خاطر مسائل کاتالونیا و اسپانیا. نسل بعدی کاتالونیا، آخرش هم که کودک میفهمه که این مادرش نیست. او یه. یا کاربرد ورزشگاه در فیلم هم از دیگر نکاتی بود که باعث شد من مانی حقیقی رو تحسین کنم. خب ورزشگاه همیشه به معنی سیبیلان متعدد و فحش و سیگار بود، اما این دفعه فرق داشت. مردمی که سرگرمند و زندگی که بین این مردم داره از زمین به آسمون میاد اما چیزی نمیفهمن چون متوجه هم دیگه نیستن. Just perfect under you have it. من به این فیلم 6 هفت میدم. 6 منطقی تره، ولی 7 جهت تشویق تولید این آثار بد نیست، چون به هر حال این از اون فیلمایی بود که من میپسندم. فقط حیف که تضمین فروش فیلم باعث شد تا مانی حقیقی مثل خوک در فیلم اسید پاشی علنی نکنه و فضاهای روانی تو تفریقی که باید به فضای روانی پررنگ داشته باشه مهجور باقی بمونه. صد حیف. لطفاً ایده ها و افکارتون رو در مورد تفریق با هم در میون بذارید. سپاس.